سوژه‌هاتون رو چجوری انتخاب میکنید؟ دو شعبه دارم. یکی اینکه کاری که سفارش شده و دوم نه کاری که خودم خواستم. اینکه چجوری واقعا خودم نمیدونم، ولی گاهی وقتا فکر میکنم این چه حرف، این حرفه چه خوبه واسه کودک‌ها گفته بشه، واسه بچه‌ها گفته بشه، یا این حرف اصلا به درد بچه‌ها نمیخوره، نمیشه واسه بچه‌ها تعریف کرد. واقعا خودم انتخاب نمیکنم، پیدا میشه یهویی و یهویی متمرکز میشه، میگم چقدر این خوبه که گفته بشه و برای کی گفته بشه. اونقدر که خود به خود ساخت چیز انتخاب میشه و روش کار میشه و تموم میشه. اما خب کارهای سفارشی نه، طرحی بوده مثلا سفارش دادن، خب اونم خیلی مسئولیت سختیه، خیلی مسئولیت سختیه. تو رو انتخاب کردن برای فکر خودشون، پس تو باید فکر اونا رو نگه داری و از دریچه نگاه خودت ردش کنی، دیگه اون یکم سخت میشه. مثلا ماهی جز به همین فیلم ها بود که اولین فیلم هم بود که آقای نیکا انتخاب کرد، اصلا داستانش مال آقای نیکا بود و وقتی که دادن خب تمام سریع همین بود که نزدیک بشم به فکر ایشون و اون چیزی که ایشون رو میگن از صافی نگاه من بگذر و به حساب اجرا بشه. می‌خواین یه سناریو بنویسین، از لحظه‌ای که یه ایده به ذهنتون میرسه تا شروع می‌کنین قلم زدن تا جایی که می‌بندین میگین تمام، این پروسه رو چجوری طی می‌کنه؟ حالا برای من دو سه جور هست، یا اونقدر دیگه مثلا فاصله افتاده بین پیدا شدنش تا فرصت نوشتنش، اونقدر واسه فاصله افتاده که همه چیزش برام زنده است، پس نیازی نداره که بشینم مانو بیام روش تا چیز بشه. شروع میکنم به نوشتن خود سناریو. بعضی سناریو اینجوری نیستن، شروع میکنم اول طرحشو نوشتن، یه دو صفحه اینو واسه خودم تعریف کنم، وقتی تعریف کردم میبینم هنوز ناقصه، میگم خب این دفعه تو چند صفحه تعریف کنم، چند صفحه رو برای خودم نمیبندم که چند صفحه. مثلا یادم که همین فیلمی که دارم میسازم کامیون، اولین بار که طرحشو پیاده کردم 38 صفحه بود، ولی اونقدر کامل بود که وقتی دادم چی فرستادیم بوسان، جشنواره بوسان برای فیلمنامه، چه فرستادیم برای امین فرانسه برای فیلمنامه، اونقدر گویا بود که تو جفتشون جایزه اولو گرفت. خب این دیگه کار آدم خیلی راحت میشه، اونقدر تونستی عنوان کنی که روش سرمایه گذار پیش بیاد، جلو بیاد. خب این واسه خودم سخت‌ترینه. یکم اگه شک داشته باشم سعی میکنم که قشنگ‌ترین نوعشو، دلبرانه‌ترین نوعشو بنویسم تا سرمایه گذارش براش پیدا بشه، اون موقع شروع کنم به با اطمینان کامل‌تری شروع کنم به نوشتن. پسو خرونو نیتن ای سارا تو انه خسته بابا تیس؟ چند سالشه؟ سه سالشه. Πόση διαφορά έχουμε από τη Λέιλα? Λέιλα, 9 σαλές. Τι είχαμε για 9 σαλές. تای سناریو میدونی چیه؟ یعنی هدف مشخصه؟ نه نه، خیلی کمتر برام پیش اومده که ببینم پایانش چی میشه، ولی همیشه برام پایانش مشخصه، چون حرفی دارم که باید حرف رو کامل بگم، پس در نتیجه باید اول به آخرش هم فکر کنم و بعدش یا آخرش هم داشته باشم که بتونم راحت تر حرفمو بزنم. کجا میگین کارم تمامه؟ سناریو تمام شد میبنده؟ وقتی اون حرفو گفتم، فکر کردم یا احساس میکنم که گفته شده، دیگه برام پایان اون کاره. چقدر برای این سناریو از فضای بیرون الهام میگیرین؟ چقدر زایده ذهنتونه؟ بستگی به خود داستان داره که چقدر بهش
نزدیک شدن یا چقدر هست با هم، خب خود به خود تأثیر میگیرم. یعنی تو هر چیز، هر اتفاقی تو بیرون، وقتی دارم میرم، وقتی دارم میبینم، خود به خود رو اون تأثیر میذاره. در نتیجه نمیتونه بگی خب اونها بیرون یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است. حتی مثلا سر فیلم نامه محمد هم همینجور بود، با اینکه اصلا ربطی به امروز ما نداره، ولی هرچی باشه داریم تفکر امروز مثلا فرد مسلمان رو میبینیم. خود به خود طور میگه این چرا اینجوری داره فکر میکنه و تأثیر میذاره. و یک چیز دیگه هم که از تأثیر گذاره تو اون نوع کارها، کوچکترین چیزیه وقتی خودت مقایسه میکنی. مثلا شطور رو با وانت مقایسه میکنی، خود به خود برات یک چیز دیگه پیش میاد، یک تفکر دیگه، یک لحظه مکسی پیش میاد که اون خود به خود دخالت داره تو فیلمنامه. یا مثلا حتی فکر کنیم گلنار رو خیلی من امروزی میدیدم تا یک افسانه، واقعا امروزی میدیدم، طوری که مثلا میخواستم ببینم این افسانه‌های روسی الان چی شدن، افسانه‌های هندی الان چی شدن، افسانه‌های افغانستان حتی، یا افسانه‌های خودمون الان چجوری فکر میکنن. خب از شمال بیایم بیرون، خراسان اینو چجوری داره تعریف میکنه، که خوشبختانه چند تا کتاب جامع هم داریم در این مورد، جمع آوری ها که یکیش هم گلین خانومه، چند تا کتاب اینجوری داریم که تطبیقی خیلی خوبی هست. یک دوره کتاب های کودک خوبی در میومد، الان نمیدونم. چقدر تحقیق در سناریوتون حضور داره؟ یعنی برای بازپروری شخصیت ها چجوری عمل میکنه؟ باید بگیم قسمت واقعا سختش و اصلیش همون تحقیقه، چون تا خودت کامل نشی نمیتونی چیزی رو بیان کنی، باید اونقدر احاطه داشته باشی که بتونی عنوانش کنی. مثلا بخوام مثال بزنم، کافه ترانزیت واقعا حدود 7-8 دفعه همون مسیر جاده رو رفتیم، تا اون ور مرز، تا ترکیه، تا بلغارستان، تا اونجایی که اونا چجوری فکر میکنن خیلی مهم بود. بنا به محدودیتایی که داریم واسه خودم سخت بود که میخوام این زن تو اون قهوه خونه چیکار کنه. خیلی اتفاقی یه روز غروب تونم کدوم جاده درمانده ترکیه یا همین زنه رو دیدم که از تو همون دریچه گفت چی میخواین؟ غروبم بود، تشنه و خسته هم بودیم، گفتیم املت و پلان و اینها، یه عکس هم بگیریم. عکس گرفتیم، بعدش پسرش اومد واسه چی عکس گرفتین از مادر من؟ گفتیم این هست، من باور کردم اینو، حالا چیکار کنیم تو اون قابل باور بشه، تو اون حساب خود کافه ترانزیت. اگه اون واقعا اون مسیر، اون تحقیقه یا اون مکس نبود تو اون قهوه خونه، شاید واسه خودم خیلی سخت بود که بتونم باور کنم و بباورونم اون شخصیتو. هیچ کدومشون بی تأثیر نیستن، هیچ تحقیقی بی تأثیر نیست. خیلی راحت تر، این خیلی مطمئن تر میتونی بهش بپردازی وقتی داری تحقیق میکنی. تحقیق ببینی، من تحقیق منظور این نیست که همسایه‌مون رو ببینی همینو بسازی، اون نیست. همسایه‌مون کیه، جامعه چجوریه، چه تأثیری داره، یعنی تا یه بررسی روز نداشته باشیم از اوضاع جامعه‌مون نمیتونیم، یعنی آگاه اگه نباشیم، اگه سوار نباشیم رو مسائل کوچیک، حتی مسائل کوچیک جامعه‌مون، خیلی سخته بتونیم چیزی قابل باور بسازیم. این آمریکایی‌ها همیناشون خوبه که خودشون باور میکنن، بعدش پرداختشون طوریه که ما هم باور میکنیم، باور میکنیم یک کره وجود داره به اسم فلان، آدماش اینجوریه، موجوداتش این شکلیه. خب البته بازم دوباره میبینیم که اودیسه 2000ش هم واقعا خودش باور کرده، تونسته به باور کنه به من، یا ایتیش، هر کدوم ببینیم مال یک فضای دیگه است، مال یک جهان دیگه است، ولی من به راحتی باور میکنم، دلم براش میسوزه. اینو خیلی کم داریم تو ایران، خیلی کم داریم. ما قاچاقچی هم که میخوایم بپردازیم، سعی میکنیم به شیوه آمریکایی بپردازیم، چون حوصله همونه که دیدیم کافیه برامون، حوصله این که بریم تحقیق کنیم ببینیم واقعا چه جوریان رو نداریم.
خیلی وقتا پیش میاد که شما دارین مینویسه، همه چیزم براتون روشنه، ولی یک ریاکشنی که به ظاهرم خیلی طبیعیه، یکی از شخصیت ها انجام میدی، میبینی که خب حق با اونه، اما تو فکرش نکرده بودی. خود به خود یه چند روزی وقفه میفته که تا اونو دوباره پیدا کنی، تا اونو روششو پیدا کنی، تا بشینی دوباره روش تعامل کنی و بعدش فکر کنی که آقا این خوب نیست یا این خیلی بهتره، پس بقیه‌رم بر مبنای این انجام بدم. خیلی اینجوری پیش میاد. حتی شده که شب به خودم گفتم عجب شاهکاری وقتی داشتم مینوشتم به حساب پیادش میکردم، گفتم عجب شاهکاری، صبح پاشدم همه رو پاره کردم. اینم خیلی پیش میاد، چون دیشب معلوم نبوده حال چی بودم، کس چی زنگ زد، چی گفت بهت فلان. خیلی خوب بودی و خیلی مثبت میدیدی، ولی الان که پاشدی خیلی طبیعی هستی و دیگه اون فکر مثبت نیست، فکر میکنی چقدر بیراهه رفتی. زمان خود به خود حلش میکنه، این همینجور ناخودآگاه میبینی اصلا اشتباه از تو بوده یا اشتباه از اون شخصیت بوده. اگه اینجوری فکر کنی، اینجوری ببینی، یا اگه این وارد بشه اینجا، خیلی بهتره که و اون انجام میدی، میبینی چقدر خوبه. طرحی بوده 20 سال پیش، خواستم دوباره بهش بپردازم، همین کامیونو خواستم دوباره بهش بپردازم، گفتم موقع چقدر احمق بودم، این چه فکری بود. و الان مثلا یک جور دیگه فکر، اون موقع هم فکر میکردم خوبه، یا دوستانی که خونده بودن مثلا فکر خیلی خوبه، ولی خب این فاصله 20 سال معلوم خیلی یک جور دیگه تغییر میده نگاه تو، همه زاویه دید تو، همه چیز تو، سلیقه تو، خب خود به خود تاثیر میذاره، به شدت هم تاثیر میذاره. پیش اومده که برای مدت طولانی کار نکنی؟ دورهایی داشتم، ولی اینکه طولانی نه، اینکه نخوام کار کنم بله چند بار پیش اومده، که البته هم موقع هم نشد کار نکنم. مثلا همین دوره آقای احمدی نژاد، دوره اولش گفتم واقعا کار نمی کنم. تا یه مدتش که درگیر همون فیلمنامه داستایوفسکی بودم، جنایت و مکافات بودم، دو سه ماه درگیر اون بودم، وقتی که اومدم ایران دیدم اوضاع اینجوری، گفتم کار نمی کنم. ولی نشد همون موقع هم. چون به هر حال دوستان لطف داشتن، فیلمنامه‌شون آوردم بخونم، اصلاح کنم براشون، یا کاری انجام بدم، یا تقاضایی داشتن یا طرحی داشتن، مجبور شدم درگیرش بشم. ولی اینکه خودم بخوام نه، هنوز خیلی دوست دارم واقعا یه پول کلانی گیرم بیاد و یه مدت کار نکنم و یه فکرهای دیگه بکنم. خب فیلم نامه حضرت محمد واقعا برای من همین فرصت بود. چقدر خوب، یه فرصتیه که بهم بپردازم به یک مقطع تاریخی که هیچی بهم پول نمیده بپردازم به اون، و همینطور هم شد. اونقدر فرصت داشتم که بشینم بخونم قشنگ، کاملتر ببینم و ببینم یک دورانی رو، این فرصت بود که واقعا باید بگم دورانی بود که کار نکردم، چون واقعا هیچ کاری رو قبول نکردم جز همین که به این بپردازم.